گرمای طاقت فرسای ختلان مردم را وادار می کند که خود را به کنار رود و کانال های خطرناک برند و آبازی بچا که یک دلخوشی است گاه به فاجعه می انجامد. این زمان از همین سال 2020 از ماه ژانویه تا همین جانب 7 نفر غرق شده به ثبت گفته شده اند که اکثریت آنها نیز همین نابالغ می باشند. به عقیده بعضی ساکنان استان اگر جای رسمی آبازی وجود می داشت بچه ها به کل و دریاهایی که آنجا آبازی منع است نمی رفتند. در داخل شهر جای آبازی نیست، نمی مونند، از شهر بیرون می رن. از شهر بینر کانال و این کانال همو بخونیم تو آخیر نظاره دایدوی. اما یک ساکن ناحیه خراسان میگوید تشویش زیادی از غرق شوی ندارد، چون در ناحیه آنها حوض یا دریای برای آبازی نیست. خیلی در کوه هم کوه نظر به پایان ها سلخین تره، سلخین ها. آب داریم نداریم، نه آبی تلخ های قشلاخ های کوهستان هم خیلی. در کوه آبازی نمیکنم؟ میکنم، میکنم، خانه هاشون ده هست. متاسفانه این همصحبتی رادیو آزادی در نظر ندارد که نورسان و کودکان در جستجوی مکان آبازی به جایهای دوردست هم سفر می کنند. کمیته حالتهای فوق‌العاده ولایت ختلان کنار رود و کانال هایی که آنجا آبازی خطر دارد آگاهی می گذارد، ولی ساکنان آن را نادیده می گیرند. صحبت و هشدارهای کارمندان این نهاد هم چندان نتیجه آور نیست. با گفته مراجان محدینوف، نبودی حوض‌های شناوری و شرایط بی‌خطر آبازی در شهر و نایه‌ها کار آنها را مشکل کرده است و با وجود تأکیدهای پیوسته مسئولین از خطرهای شناوری، مردم گریزان از آفتاب و گرمی‌ها باز هم خود را به کل و دریاهای خطرناک می‌زنند. در مجلس‌هایی که مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت ختلان گذرانده می‌شوند، پیشنهاد شده استودانت همزمان شده پیشنهاد کرده شده بودند. خب این زمان در شهر قرغان‌تپه خب یک حوض شناوری فعالیت کرده استوده است و بنا به گفته‌های روبران ساخته به استفاده داده می‌شوند، در نقشه‌شون هست. یعنی در شهر قرغان‌تپه یک تا کم است؟ این زمان کم است، بله. در ختلان 33 حوض شناوری فعال است. در مرکز ولایت شهر باختر همگی یک حوض شناوری بوده است. شهر و نواحی دستور گرفتند که 12 حوض شناوری بسازند، ولی معلوم نیست که کی ساخته می شود. هر سال با آغاز موسم شناوری مقامات در تمام شهر و منطقه های کشور از جمله دوشنبه از غرق شدن نورسان و کلانسالان در کل و دریاها خبر می دهند. کمیته حالت های فوق‌العاده تاجیکستان می گوید سبب های اساسی غرق شوی آدمان در دریا و کل و آبانبارها رعایت نکردن قاعده های شنا و آبازی در جای های خطرناک و بی اهمیتی نسبت کودکان است. طبق آمار رسمی در 6 ماه سال گذشته حدود 60 نفر در دریاها غرق شده به هلاکت رسیده بودند.